ای کاش در دیزی ما باز نمی ماند، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود. با درود مجدد خدمت بینندگان خوب و عزیز و نازنین، مهمان داریم آقای یاسر فلاح، منتقد سینما، یک کارگردان که ضمناً سرپرست بخش فنی تلویزیون کانال یک هم هست. اینی که گفتم انتقام بگیرید مربوط به همین موقع بود که این مسئله صدا قطع و وصل شده، اینا همه زیر دست ایشونه و مسئولش این آقای یاسر هستن. آقای یاسر درود بر شما. من سلام میکنم خدمت شما، درود میفرستم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم. چه این مشکلات فنی تلویزیون؟ عرضم به حضور انورتون که مشکلات فنی زیاد نیست، حالا گهگاه است که پیش میاد، حالا هست توی تلویزیون هم پیش میاد. یعنی قرار نیست درست بشه. قطعا درست میشه، ولی خب رفته رفته زمان میبره. خب آقای فلا، مدتی است که شما یک آنوسی در تلویزیون میبینید راجع به برنامه سینمایی. آقای فلا، نقدهای سینماییشون هم در مجله فردوسی چاپ میشه، بسیار هم طرفدار داره. یادم اون روز که آقای صیاد مهمون من بود اینجا، وقتی فهمید که هم این آقای یاسر همون آقای یاسر هستن، خیلی حیرت زده شد و خیلی از نقدهایشون تعریف کرد. خب اولا به ما راجع به برنامه‌تون بگید، این برنامه کی قراره بالاخره پخش بشه؟ برنامه طبق برنامه ریزی که شده احتمالاً از پنجشنبه، این پنجشنبه ساعت یک، احتمالاً خب داریم صحبت میکنیم، تصمیمی که شما گرفتین ساعت پنج بعد، ساعت یک بعد از ظهر پنجشنبه ها قرار پخش بشه و تکرارش هم احتمالاً یک شنبه باشه. پنجشنبه ها ساعت یک بعد، پس از این پنجشنبه دوستان میتونن منتظر باشن و برنامه سینما رو، اسم برنامه نما به نما با سینما، نما به نما با سینما. میدونید که سینمای ایران یکی از، عرضم به حضورتون که، پرمسئله ترین بخش‌های ایران است. از جمله این که اخیراً در جشنواره کن به آقای جعفر پناهی اجازه ندادند که از ایران خارج بشه و در جشنواره کن صندلی ایشون خالی بوده، اما در یک صحنه‌ای تمام شرکت کنندگان در جشنواره کن به احترام جعفر پناهی از جای برمیخیزند و به احترام او دست میزنند. این تیکه فیلمو با هم ببینیم، برگردیم نظر آقای فلاح رو راجع به این موضوع بپرسیم. خب آقای، شما در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟ عرضم به حضور، من فیلم رو ندیدم، ولی خب این اتفاق بیشتر جنبه شاید تبلیغاتی داره و میخوان ارج بذارن اون سختی که کارگردان‌ها یا هنرمندان توی ایران میکشن، چون با اون شرایط و امکاناتی که جعفر پناهی داشته قطعا نمیتونه یه فیلم خوب بسازه، چون اجازهش نمیدن و قطعا محدود بوده با کمک یه سری از هنرمندا. ولی خب همین اتفاق خیلی کمک میکنه و خیلی به اون اتفاقاتی به اون کمک میکنه به هنرمندا توی ایران که تحت فشارن و نمیتونن فعالیت بکنن. آقای یاسر، ما دو نوع سینما در ایران داریم، یه سینمای مستقل داریم و یه سینمای حکومتی. بسیاری از فیلمایی که ساخته میشه من میبینم که اینا وابسته به یه بخشی از حکومت هستن، یا اون سازمان اوج کمک میکنه یا سازمانهای دیگه و اینها، ولی مردم، خب یه فیلم مثل آقای حاتمی کیا که میلیاردها پول پشتشه، یا یه فیلمی که در بخش مستقل ساخته میشه با یه بودجه اندک، با امکانات اندک، ولی در این حال ما میبینیم که در اون بخش مستقل فیلم‌های با ارزشی هم ساخته میشه. چرا هنرمندان در قبال این ماجرا موضع‌گیری نمی‌کنن؟ خب یه سری محدودیت‌ها وجود داره و هنرمندایی هم که دارن کار میکنن، حتی اونهایی که با سازمان‌های مثل اوج کار میکنن یا بالا به نوعی سینمای حکومتی، قطعا بخش عظیمیش با اون حکومت نیستن، ولی خب هم امرار معاش میخوان بکنن و اینکه ناچارن باید کار بکنن. هنرمند کسی که توی بالا هر زمینه هنری کار میکنه میخواد یک اثری از خودش باقی بذاره و مجبور با محدودیت ها بسازه.
حالا بعضی مواقع تن میدن، خیلی ها تن میدن به یه سری کارهایی که نباید، اما دیدیم که همین ابراهیم حاتمی‌کیا هم خودش منتقده توی بخشی زیادی از منتقد دولتیه، توی بخش زیادی از اتفاقاتی که میفته، اما تن میده، خیلی موقع تن میده چون میخواد یک اثری رو خلق بکنه و حرفش رو بزنه به اعتقادی که داره، تن میده به خیلی از چیزای حکومتی، به اون به پارامترهای حکومتی. اشخاصی هم مثل جعفر فنایی این کارو نمیکنن و ترجیح مثل ناصر تقبایی، خیلی دیگه ترجیح میدن کار نکنن و هیچ اثری خلق نکنن تا اینکه تن بدن به اون پارامترهایی که حکومت تاکید داره. تو جامعه این خط کشی ها معلومه، این مردم میدونن مثلا حاتمی کیا کجا وایساده، جعفر فنایی کجا وایساده. قطعا مردم ما مردم باهوشی هستن و خوب میفهمن حاتمی کیا کجاست، ناصر تقوایی کجاست، بهرام بیضایی کجاست، و به همین دلیل حتی اگر اثری با هزینه کمتر و با محدودیت کمتر اون دلچسب بودن یک کار بزرگ سینمایی رو نداره، ولی مردم سعی میکنن تا اونجایی که میتونن سپورت بکنن. علی‌رغم همه توفیقاتی که سینمای ایران به دست آورده در طول این 40 سال، ولی به نظر میرسه هنوز هم اسامی قبل از انقلاب رتبه اول رو دارن، مثل همین بهرام بیضایی، ناصر مهرجویی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، مسئول کیمیایی، نمیدونم کیا رستمی، هنوز اونا علمدار هستن، یعنی هنوز اونا حرف اولو میزنن. بله، چون اونها سینمای مستقل بود به نوعی و حرف دلشون رو میزدن. بعد از انقلاب بیشتر سینما وابسته به حکومت بود و حرف دل مردم نبود، حرف حکومت بود. اما به تازگی یه سری بالا جوان اومدن که کارهای خوبی مثل آقای دورمیشیان و آقای روستایی، خیلی هستن که اومدن و میخوان حرف جدیدی رو بزنن، هرچند با محدودیت‌های زیادی برخورد کردن. من عصبانی نیستم، نزدیک 4 سال اجازه اکران نگرفته، الان هم گرفته نزدیک 20 روز اکرانه که باز خیلی اتفاقات میفته، سینمای کمی در اختیارشه، رفته رفته بهتر میشه، همونجوری که میبینیم اتفاقاتی که داخل کشور میفته به سود مردمه، به سود هنرمندان و همه خواهد بود. خب به من بفرمایید که آیا به نظر شما که منتقد سینما هستید، من خودم یه چیزی بگم، من با خیلی از وابستگی آقای فراستی مشکل دارم. فراستی یک منتقد حکومتیه، به هر حال او هم یک منتقد حکومتیه، ولی یه جورایی هم ازش خوشم میاد. نظر شما راجع به فراستی چیه؟ از نظر من، از نظر تکنیکی کاری که انجام میده نظر میدم، حالا قطعا آقای فراستی وابسته است به حکومت، ولی علاوه تکنیکی کارش خیلی خوبه، بسیار مقاله خوبی می‌نویسه، خیلی دقیق نقد میکنه و به بحث‌های تازه‌ای رو وارد نقد نمی‌شه کرده. و اینکه خیلی هم مدعیه که کسی به پای من نمی‌رسه، قطعاً خیلی از منتقدین ما اطلاعات عمومی آنقدر زیادی ندارن که بتونن به چالش بکشن آقای فراستی رو. به همین دلیل شاخصه. حالا یکی از دلایل شاخص، یکی دیگه از دلایل اینکه خیلی شاخصه، آدم منفوریه، همیشه انتقاد می‌کنه، خیلی به قولی مستقیم میزنه، حالا آدمای بزرگ هم حتی. خب ممنونم ازت، و پس به این ترتیب ما پنجشنبه ها برنامه نما به نما با سینما رو خواهیم دید. حتما حتما. خب